مشاتم. اون داره میگه نه من دیگه مشاتم. من که طرفدار کسی نیستم، من اتومانچ. من طرفدار بچهای کارم. ولی تو اگه طرفدار رضا پهلوی هستی، چرا اینقدر ضدش صحبت میکنی؟ چی شده؟ دوم خروسته؟ باشه. بیشتر اینم اهمیت من برای شما قائل نمیشم. تمام شد اون زمانی که میومدید بین اقوام با جوکون چیزا تفرقه ایجاد میکردید. به استاد کنار خدافزی کن. بودو بودو برو میشه اربابت بگو یه فصل جدید، یه داستان جدید برات بنویسی، یه سناریو جدید بیای بازی کنی. تمام شد خدافزی. بودو وندرشن گودن تا ایجرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستان نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارم. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن. به تو ربطی نداره. اگر ربطی داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمی کنم. خطر کنید، چونتون به خطر میرسید، در مقابل گلوله بیستید. بیا لحظه ی آخر من رو بگید. بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه. تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم چی هستیم ما؟ برده؟ نه. اگه اینقدر بترسیم، من اگه اینقدر بترسم چجوری تو آینه نگاه میکنم؟ چی میبینم توی آینه؟ چجوری روم میشه نفس بکشم؟ یه بچه 16 ساله رو کشتن دیروز، یه دختر 17 ساله رو 2 روز پیش کشتن. چه اتفاقی باید بیفته که تکون بخوری؟ چه اتفاقی باید بیفته که بهت بر بخوره؟ چه اتفاقی باید بیفته که وجدان ما درد بگیره؟ چیزی که من تو این همه سال دیدم، بر زدن شما جلوی تلویزیون بود و تلفات دادن جوانا. در مورد همه صحبت نمی کنم، اکثریت رو. پس کی؟ پس به چه دردی میخوره اون همه دانشی که تو داری؟ اون همه علوم سیاسی که خوندی؟ به چه درد میخوره اون همه تحلیلی که پای تلویزیون کردی؟ به چه درد میخوره اون همه آخه اون همه فحش دادن، اون همه نقد کردن؟ اینا به چه دردی میخوره وقتی تو عمل صفر باشی؟ نتیجه چیه؟ هیچی. گذران؟ فقط خودت تحقیق کنی یا شاید خواستی به ما نشون بدی خیلی جسوری فوش میدی تو خونه. بچه 12-13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟ مگه چقدر زندگی ما با اهمیته؟ مگه زنده موندن من یه نفر چقدر با اهمیته؟ مگه این زندگی کردن چقدر با اهمیته؟ مگه من چقدر مهمتر از اون بچه 12 ساله هستم؟ چرا من مهمترم از اون بچه 12 ساله؟ چرا فکر میکنی مهمتری از اون بچه 12 ساله؟ بچه 12 ساله، بچه 16 ساله دیروز کشته شد. تو اگه بودی نجاتش میدادی. تو نبودی، تو هم مقصری. جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه. نگاه میکنه یه خب من چند تا از اینا رو بزنم. اونا هم آدم هم روبات که نیستن، با باتری که کار نمی کنن. اونا هم میترسن، اونا هم شر میکنن. درگیری میشه اومده بین یه بام میشه قطعا درگیر میشن. قطعا ارتش رو درگیر میشن با کسایی که به مردم شلیک میکنن. فرمانده های ارتش همه، حتی اگه همه شون کفتار باشن، شغال باشن، اصلا بدترین چیزی که تصور میکنید شما، ولی ارتشی ها اینجوری نیستن. من رفیق ارتشی زیاد دارم. ارتشی ها به مردم شلیک میکنن. بعد ما میستیم تو خونه نگاه میکنیم از تلویزیون چه سودی داره؟ به تو خیابون بوق میزنیم. بوق تو چه کمکی به من میکنه؟ بوق تو به خود
کنید که ورزشتون رو انجام بدید و حتما به مدت 20 دقیقه تو این حالت بمونید. وقتی تو این حالت هستید، انگشتای دستتون رو اون جاهایش که کج و کوله شده به خاطر آرتروز و اینا یه خود صاف و صوفش کنید، انگشت رو به این صورت بکشید، محکم با هر انگشتتون هم انگشتا رو تقویت کردید، همین که ورزشش رو دادید، کف دستتون رو ماساژ بدید، هر جایش و هر جوری که دوست دارید ماساژ بدید، جهت خلاف اون کارهایی که تو روز باید بکنید با دستتون، هر کسی یه کاری میکنید اونا رو ماساژ بدید. انگشتای پاتون هم همینطور مچ پا رو بچرخونید. در تمام این مدت سعی کنید 20 دقیقه پا رو اینطوری بالا نگه دارید. همیشه موقع ورزش کردن و دراز کشیدن باید کمرتون کاملا روی زمین باشه. البته به مرور که ورزش کنید ستون فقرات صاف صاف میشه و این اتفاق میفته و هیچ ربطی نداره به این که چقدر باسن شما بزرگ باشه. زانوتون رو پشتش رو با بند بند انگشتاتون به این صورت ماساژ بدید. این خیلی مهمه، پشت زانو رو خیلی ماساژ بدید، ساق پاتون رو ماساژ بدید تا میتونید براش وقت بذارید. 20 دقیقه، حالا من با سرعت انجام دادم، شما 20 دقیقه براش وقت بذارید. بعد این روزها روزهای سختیه، از حمایت کردن از کسانی که برای آزادی مردم دارن تلاش میکنن، توی هر لباسی هستن مهم نیست، تنهاشون نگذارید. توی ایران مبارزه بودن کار بسیار بسیار سختی. صدای زندانیان سیاسی باشید، اعدام شدگان و جلوی اعدام ها رو بگیرید. مادران داغدار دادخواه رو هم تنها نگذارید. این تنها و کمترین وظیفه‌ای که میتونید انجام بدید.